چند وقت پیش در موقعی که من برنامه رو می آغازیدم، مخصوصا با آغازیدن رو با فعل به کار بردم، یعنی از فعل صفت، از صفت، از واژه صفت مصدر ساختم و درسته، دستور زبان فارسی این پروانه رو به ما میده که شما میتونید از مصدر، ببخشید، از صفت مصدر بسازید، از نام مصدر بسازید و به کار ببرید. البته مفهومش این نیست که شما نمیتونید از فعل مصدر بسازید، چون فعل که مادر مصدره، مثل رفتن که مصدر فعل رفته، خب رفت مادر رفتنه و شما مصدر ساختید از فعل. یا خورد فعل، خوردن، گفت گفتن، دید دیدن، و اون وقت حالا بعد میره تفکیر میشه که مصدرها هم دو جورن، اصلی و ساختگی، تازه ساختگی ها دو جورن، اصلی ها دو جورن. اینا رو ما وارد بحثش نمیشیم چون بسیار پیچیده میشه. البته دستور زبان ما بسیار بسیار ساده و روانه و خیلی ساده، میشه گفت بیخوده سختش کردن، نه خیلی ساده. یکیش همین مصدره. ما در حقیقت دو جور مصدر داریم، ولی چون هر مصدری دو بخش میشه، پس ما چهار جور مصدر داریم. دو جور مصدرمون اصلی و ساختگی است. مصدر اصلیمون ریشه گذشته داره و ریشه اکنون. مثالم میذارم که باز یادتون بیفته، همه اینا رو گفتم. مصدر اصلیمون مثل رفتن، وقتی زمان گذشته رو شما میگید، میگید رفتم، او رفت، من رفتم، شما هم رفتید. وقتی شاخه اکنونش رو میگیرید، میگید من میروم، تو میروی، ما میرویم. میبینید رفت شد رو، شکل مصدر عوض شد، ولی اینا با هم قفل شدن، یعنی همون رفتنه که در اونجا میشه رویدن و در گذشته میشه رفتن. پس این شد دو جور مصدر که ریشه شون ریشه کاره، ریشه اصله، مصدرهای اصلی هن، مصدرهای بنیادی هن. و ما میایم سر مصدرهای ساختگی. مصدر ساختگی اسمش روش، یعنی ریشه و مادر و بنیادش فعل نیست، یا صفت یا نامه. پس این دوتا شد، مصدرهای ساختگی از نام، مصدرهای ساختگی از صفت. اینو من چندین بار گفتم، ولی باز پریروز بانوی در پرژن رادیو خورده گرفت، که البته بسیار بانوی آگاهی هم بود و پذیرفت و خوبم بحث کرد. البته انگشتم روی جای، روی نکته دقیق رو گذاشته بود. و اما این مصدرهای ساختگی گفتم، یکی صفته، گفتم صفت یک چیه مثل آغاز. از کجا میفهمیم یه واژه صفت؟ خیلی ساده، جلوش اگر شد، کرد بگذاریم معنا میده. آغاز شد، خب معلومه این صفت. آغاز کرد، صفت. آگاه، صفت. آگاه شد، آگاه کرد، آگاه می شود، آگاه بود. همه اینا وقتی جلوی آگاه بذاریم معنا میده، بنابراین آگاه صفته. هم آغازی که صفته میتونید بگید آغازیدن، و هم آگاه که صفته میتونید بگید آگاهانیدن یا آگاهیدن، هیچ فرقی نمیکنه. خم، خمیدن. نرم، نرم صفته، نرم شد، نرم کرد، نرم می شود، نرم بود،
همه اینا معنا میده، بنابراین نرم صفت. حالا روی هم همه رو که جمع کنیم میشه نرمیدن و مصدر. الان نمونه زیاده. پری روز من در رادیو این بحث رو که ادامه میدادم، برنامه که تمام شد بسیاری خورده گرفته که آقا شما فقط راجع به صفت صحبت کردید، دو تا نمونه از ریشه های اسمی اینها نیاوردید که چجوری ما اسم رو مصدر کنیم. ما هرچی فکر میکنیم حسن حسنیدن ما نداریم. این اون نمیدونه، اون کسی که این ایراد رو گرفت نمیدونه خود حسن صفته، منطقه عربیه، ما صحبتمون رو فارسیه. بنابراین دو تا نمونم از اسم هایی که تبدیل میشه به مصدر برای ما بزنیم. بسیار خوب. من حتی میتونم از اسم هایی مصدر بزنم که بعد صفت میشه. ببینید چقدر زبان فارسی نرمه. اسم صفت میشه. اول بذارید من این موضوع اسم صفت شدن رو بگم، بعد بریم سر صفت اسمی که مصدر میشه. ببینید شما یکی از نمونه هایی که در زبان فارسی ما داریم، صفت رو نمیشه جمع بست. صفت رو نمیشه. شما نمیتونید بگید که مردان خوبها، نمیتونید بگید. مردان خوب میتونید بگید، ولی مردان خوبها نمیتونید بگید، چون خوب رو در موقعی که با موصوف میارید این صفت رو نمیتونید ها ببندید. پس مردان خوب داریم، مردان خوبها نداری. اما دیده شده که شاعران بزرگ، استادان زبان فارسی میگن خوبان عالم همه فلان. و چطور اینجا صفت خوب رو مجمع بستن خوبان گفتن؟ برای اینکه اونجا موصوف رو ور میدارن، صفت میشینه جای موصوف، اونجا میشه. مردان بزرگ درسته، مردان بزرگان درست نیست، ولی میتونید بگید بزرگان، بزرگان کشور یعنی مردان بزرگ. منتها بزرگ رو جای موصوف نشوندن و میتونن بهش جمع ببندن. اینه میگن زبان ریشه دار، اینه میگن زبان کلاسیک. به همین دلیله که تا ما میایم بگیم زبان فارسی یکی از چهار زبان بزرگ دنیاست، همین آقا تعصب باز شروع شد. آقا علمی ما صحبت میکنیم، از دیدگاه زبان شناسی بیاید بنشینید با هم سخن میگیم. زبان فارسی زبان کلاسیکه. به همین دلیله که زبان هزار سال پیش فردوسی رو شما وقتی شاهنامه رو بخونید میفهمید چی میگه. به نام خداوند جان و خرد، که از آن برتر اندیشه بر نگذرد، یا اندیشه بر نگذرد. این زبان کلاسیکه. اما در انگلستان از زمان آقای شکسپیر پیرامون 100 سال نگذشت. مردم کنونی انگلستان زبان شکسپیر نمیفهمن. اون زبان کلاسیک نیست. با اینکه ریشه، خوب دقت کنید، ریشه زبان هندو اروپایی داره، ولی داره از دست میره، چون توجه به اصول دستوریش نکرده. حالا برمیگردیم روی همین چهار تا مصدر. من برای اینکه باز فردای ایراد نگیره که آقا شما دقیقا سه تا نمونه آغاز گفتید و آگاه گفتید و خم و نرم، چهار تا. بسیار، بذارید چهار پنج تا دیگه براتون بگم در این زمینه، بعد بریم سر نامی که میتونه مصدر بشه. چرب صفته. میگید این لباس چرب شد، بنابراین صفت چربی بر لباس اومد.
یا میگیم مثلا دستم چرب شد، رفتم ماشین رو سرویس کنم، دستم چرب شد. پس چرا؟ چون با شد دور رو آمده. شد، کرد، چرب کرد، چرب بود، چرب میشود. اینا همش چون اینها معنی میده وقتی جلوی واژه چرب بذاری، پس چرب صفته. اما شما نمیتونید بگید که ترس میشود، نمیتونید، چون ترس اسمه. حالا بعد میرسیم که چرا ترسیدن میگیم، برای که اونجا اسم رو در زبان دستور زبان فارسی میتونید صفت کنید، یعنی ببخشید فعل کنید. اسم فعل میشه، یعنی ترس که اسمه، اونجا نمیتونید بگید ترس شد، اونجا میگید شما ترسیدید. اول میای ترس رو تبدیل به مصدر میکنید، ترسیدن، و بعد میگید ترسیدید. یا یکی از اینا آرام، آرام صفته، فلان کس آرام شد، خیلی روشنه. مرا آرام کرد، رسیدم خونه دیدم حسن با وجود دردی که داشت آرام بود. شد و کرد و بود جلوی آرام که اومد معنی داد، ولی ازش مسترم میسازن آرامیدن، که الفشم میندازن میشه آرامیدن، آرامگاه، آرامشگاه. وقتی میگید آرامش، اول آرام رو به مستر تبدیل کردید، بعد ازش اسم مستر ساختید. حالا میریم سر اون کارواژه هایی که با نام هستن. ترک، ترک اون درزی است که بین یک کالای باز میشه. مستر ازش میسازن ترکیدن. میترکت، ترکید. بعد در اینجا یه ترک بود، ولی حالا نیست. پس جلوی بود، وقتی ترک جلوی ترک بود میذارید، اون ترک صفته. بعد پر، پر، یه دونه پر رو برمیده میگید یه پره. وقتی میگید یک پره، بنابراین این اسمه که میگید یک، وگرنه صفت که نمیشه یک باشه که. شما نمیتونید بگید این یک آغازه، این یک خمه، نه، چون اونجا صفت، اونجا صفته و اینجا اسمه. ولی پر رو شما مصدر میسازید، میشه پریدن. اینجا دیگه اصلا عوض میشه. این هنر زبان فارسیه. وقتی شما میگید پریدن، اون پرواز پرنده به خاطرتون میاد دیگه، اون پری که لای لحاف و دوشک میذارن نیست. بعد پیچ، پیچ اسمه، هزار پیچ میتونی بگید، چون هزار عدد، پیچ هم که اسمه، اسم رو میتونید جمع ببندید. ولی اینو وقتی اومدین گفتین پیچیدن، دیگه نمیتونید بگید هزار پیچیدن، اینجا دیگه فعله. همینطور بازم میخواید براتون نمونه بیارم از صفت ها، ترش مصدرش میشه ترشیدن، شور میشه شوریدن، خیس میشه خیسیدن، انجام انجامیدن، لنگ لنگ لنگیدن، شل شلیدن، شل شلیدن، و و و و صد تا دیگه میخواید میتونید ازش بسازید. ممکنه، ممکنه یه وقت یه چیزی بگید به گوشتون مسخره بیه، ما به اون کاری نداریم. ما میگیم وقتی شما صفت رو بتونید تبدیلش کنید به مصدر، یک کار دستوری کردید، و در این کار دستوری شما درست کار کردید. حتی به نظرتون اگه خنده آور بیاد، شاید اون کسایی هم که مثلا
نرم رو نرمیدن گفتن، اولش بعضی خندن نرمیدن آقایان، ولی خودشون نرمش میگن. شما تو نرمیدن نسازید نمیتونیش از دست حاصل مستر بسازید و نرمش بسازید. حالا میام این ور، بعضی از اسم ها حتی بعضی از نام ها رو حتی اصلا نام یک کالا ماست، برو ماست بخر بیا، از بقاله ماست گرفتم اومدم. این ماست خودش ریشه یه فعل بوده، تبدیل شده به نام، ماستیدن، که حالا تشو انداختن، تشو انداختن میگن ماستید، در این در اصل ماستید بود، یعنی مثل ماست صف شد، چون شیر رو وقتی مایه ماست بزنن صف میشه، میگن ماستید. پس ماست هم یک اسمیست که یک نامیست یا اسمیست که تبدیل شده به صفت. کاه، همه کاه، کاه و کاکل که میگن، قشنگ یه چیز کوچیکی نازک بی وزن، تقریبا بی وزنه، اینه اینو اومدن مستر ساختن شده کاهیدن. از طرف دیگه یه او تش گذاشتن نامه سبزی شده کاهو. شما ببینید این زبان چقدر زیبا و نرمه، چقدر نیرومنده، چقدر از بغلش میزاد. برای همین است که زبان تازی پسش بر نیومد، نتونست ایرانی رو عرب کنه، برای که میزاد. همین کاری که عرب میکنه با زبان سمتیک و زبان سمتیک رو مغلوب کرد، با زبان فارسی نتونست این کار بکنه، چون عرب یه عادتی داره که میزاد زبان رو، واژه ها میزان، اینیست که چون تکثیر میشه قدرتی زیاده. فارسی هم کرد این کار رو، کاه کاهو، کاه کاهیدن، کاهش. پس میتونه بسازه اینا، بنابراین ایستاد جلوی زبان بیگانه و ما عرب نشدیم. و اگر این آخوند نبود، این 20-30% هم که ما در زبانمون به کار میره به کار نمیرم. گفتنی زیاده، چروک چروکیدن، سنگ سنگ سنگیدن، که عرب چون گاف نداشت کرد سنجیدن. اینی که میگیم ما اینو به سنج، در حقیقت میگیم به سنگ، یعنی وزن کن،